اوکراین مسئولیت حمله به پایگاه‌های نظامی روسیه در کریمه را پذیرفت. ارتش اوکراین سرانجام مسئولیت یک رشته انفجار در پایگاه‌های نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه را بر عهده گرفته است. پس از حدود یک ماه ابهام در مورد عامل انفجارهای ماه گذشته در پایگاه‌های نظامی روسیه در کریمه، یک مقام نظامی ارشد اوکراین گفته است که این انفجارها نتیجه حملات این کشور بوده است. در یکی از این حملات که در اوایل ماه اوت صورت گرفت، پایگاه نظامی ساکی روسیه هدف قرار گرفت و در جریان آن یک نفر کشته شد. در آن زمان اوکراین از تایید اینکه این حملات توسط نیروهای این کشور صورت گرفته خودداری ورزید و اظهارات مقامات روسی در مورد بی‌احتیاطی و بی‌اعتنایی نفرات مستقر در پایگاه به دستورهای ایمنی را مورد تایید قرار داد. حمله به این پایگاه نشان دهنده اقدام نیروهای اوکراینی به گسترش و درگیری به کریمه بود که روسیه در سال 2014 آن را اشغال و به خاک خود منظم کرد. ژنرال والری زالوجنی از فرماندهان ارشد ارتش اوکراین در مقاله‌ای که خبرگزاری ملی اوکراین منتشر کرده گفته است که راکت‌های شلیک شده توسط نیروهای اوکراینی تعدادی از سایت‌های نظامی روسیه در کریمه از جمله پایگاه هوایی ساکی را هدف قرار داد. به گفته ژنرال زالوجنی، این پایگاه برای انجام حملات علیه اوکراین مورد استفاده قرار می‌گرفت و در نتیجه حمله موشکی نیروهای اوکراینی 10 هواپیمای جنگی روسیه از کار افتاد. وی گفته است که علاوه بر آسیب به توانایی نظامی روسیه، هدف این حمله به چالش کشیدن اعتماد به نفس نیروهای روس و این احساس بود که خاک روسیه از آثار جنگ بدور است. این فرمانده اوکراینی در مقاله خود نوشته است که این حملات بخشی از اقدامات علیه سیاست دولت روسیه برای دور نگه داشتن غیرنظامیان از نتیجه حمله به اوکراین بوده است. سفر اعلام نشده وزیر خارجه آمریکا به اوکراین. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز پنجشنبه به اوکراین سفر کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در این باره گزارش داد بلینکن در سفری از پیش اعلام نشده به اوکراین سفر کرده و اکنون وارد کیف شده است. طبق این گزارش سفر غیرمنتظره بلینکن به کیف با اعلام کمک‌های نظامی جدید و هنگفت آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه همزمان شده است. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز شامگاه چهارشنبه ادعا کرد که نیروهای مسلح این کشور توانستند در جریان عملیات ضد حمله خود بر مناطق گسترده‌ای در استان خارکیف مسلط شوند. از سوی دیگر ژنرال والری زالوجنی فرمانده نیروهای مسلح اوکراین درباره تهدید ادعایی احتمالی متوسل شدن روسیه به سلاح اتمی در اوکراین هشدار داد. اوربان: بحران انرژی می تواند اروپا را به زانو درآورد. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان گفت هزاران تحریمی که غرب علیه روسیه اعمال کرده آنطور که در نظر گرفته شده بود کارساز نبوده و در عوض اروپا را به کشانده شدن در یک بحران شدید تهدید می کند. او در سخنرانی امروز در بوداپست گفت در حال حاضر بالغ بر 11,000 تحریم علیه روسیه اعمال شده، اما تلاش برای تضعیف روس‌ها موفق نبوده است. برعکس، تورم شدید و کمبود انرژی ناشی از تحریم می تواند اروپا را به زانو درآورد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک نخست وزیر مجارستان در ادامه گفت مطمئن نیست تا چه زمانی بروکسل به این سیاست ادامه خواهد داد و هشدار داد اگر این بلوک تغییر رویه ندهد وضعیت در اروپا فقط بدتر خواهد شد، زیرا انرژی این منطقه تمام شده است. اوربان سپس اطمینان داد که کشورش دچار انواع کمبود انرژی که همسایگان مجارستان با آن درگیر هستند نخواهد شد. اوربان در ادامه برنامه‌های بی‌طرفی کربن بروکسل را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که قاره‌های کمی از نظر امنیت انرژی در شرایطی به سختی اروپا هستند، اما فقط این قاره زندگی خود را تا این حد دشوار می‌کند. به نوشته اسپوتنیک، مجارستان با امتناع از محدودیت‌هایی که شرکایش بر عرضه نفت و گاز روسیه اعمال کرده‌اند، توانسته از بدترین بحران انرژی که در حال حاضر همسایگان اروپایی این کشور را تحت فشار قرار داده در امان بماند. یک سامانه رادیویی تحریم محاسبه کرده که آمریکا و متحدانش از زمان آغاز بحران اوکراین در سال 2014 در مجموع حدود 11,800 تحریم علیه روسیه وضع کردند که 9,200 موردشان پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بوده است. اردوغان: غرب در هراس است چگونه زمستان پیش رو را با افزایش قیمت‌ها سپری کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز پنجشنبه در دیدار با رئیس جمهور کرواسی در سخنانی اعلام کرد امیدواریم صادرات غلات روسیه به بازارهای جهانی در اسرع وقت آغاز شود. تاکنون غلات روسیه بر اساس توافقات صادر نشده است. غلات اوکراین دارد به کشورهای ثروتمند می‌رود و نه به کشورهای فقیر. رئیس جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد در حاشیه اجلاس سران شانگهای در ازبکستان درباره صادرات غلات با پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو خواهم کرد. مسئله انتقال محموله غلات از روسیه را با پوتین در سمرقند مورد بررسی قرار خواهیم داد. امیدواریم انتقال محموله غلات از روسیه را نیز آغاز کنیم. به گزارش خبرگزاری آناتولی، وی در این باره اضافه کرد
غرب در حراس است که چگونه زمستان پیش رو را با وجود افزایش قیمت‌ها سپری کند. رجب طیب اردوغان در دیدار با رئیس جمهور کرواسی گفت در حالی که تحریم‌ها علیه روسیه ادامه دارد، حرکت کشتی‌های حامل غلات به سوی کشورهای تحریم کننده مسکو موجب ناراحتی پوتین می‌شود. برلوسکونی: می‌توانیم با مرکل میانجی حل جنگ اوکراین شویم. سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا و رهبر حزب ایتالیا، گفت میتواند همراه با آنگلا مرکل، صدر اعظم سابق آلمان، به عنوان میانجی برای حل مناقشه در اوکراین عمل کند. نخست وزیر سابق ایتالیا گفت: فکر میکنم که مرکل با من یا خودش میتواند با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میانجیگری کند. من میتوانم با او تلاش کنم تا او را متقاعد کنم. برلوسکونی در مورد تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه گفت: تأسف و ناامیدی خودم را از اینکه مسکو به جای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا، توتالیتاریسم کمونیستی چین را تقویت میکند، ابراز میکنم. نخست وزیر سابق ایتالیا گفت که از نظر او روسیه به دلیل تحریم‌ها ضررهای اقتصادی متحمل نمی‌شود. به نظر من این کشور کاملاً قادر به مقاومت در برابر تحریم‌ها و سقف قیمت گاز است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.